رسانه‌های جهان هم پا به پای معترضان ایرانی به گوشه‌های مختلف این خیزش‌ها پرداختن. همکارم تاج‌الدین سروش این در واقع واکنش‌ها رو بررسی کرده. برای ما بیشتر بگو تاج، اون چه که تو دیدی و شنیدی در رسانه‌های جهان. خب رسانه‌های جهان وقتی شما نگاه می‌کنین هر روز دارن مانند رسانه‌هایی که فارسی زبان پوشش می‌تن و مثلا می‌دیدم که بی بی سی صفحه زنده از اعتراضات ایران ایجاد کرده و رسانه‌های دیگری هم من می‌بینم حداقل اگر هر ساعت نباشه ولی به صورت دوامدار خبرهای ایران تعقیب میکنه و اپدیت میکنه. مثلا شما اینجا اسکای میبینین که در گوشه ای از اعتراضات ایران پوشش داده، متمرکز شده به کردستان ایران و در واقع سنندج تمرکز کرده و گفته که در اونجا با وجود که مردم نیروهای امنیتی با مردم برخورد نادرست میکنن ولی با آن هم مردم در خیابانها هستن و این شهر یکی از شهرهایی بوده که در واقع اعتراضات دوامدار داشته و قطعی اینترنت در این شهر گزارش کرده و گزارش های سازمان حقوق بشری را منتشر کرده که مردم در واقع در این شهر به نحوی سرکوب شدن ولی با آن هم مردم در واقع گفته این رسانه حاضر هستند که تا هر نوع قربانی که بتن به خیابان برگردن و در خیابان باشن. به تعقیبی از این هم ما بی بی سی را داریم که در صفحه ویژه از اعتراضات ایران پرداخته ویدیویی از آزار جنسی نیروهای امنیتی را منتشر کرده که در واقع در به یک زن معترض در میدان آرژانتین تهران در واقع دست اندازی کردن و چند پلیس هم میبینیم که به بدن زن در واقع دست درازی کردن و این ویدیویی که ما پیشتر دقیقاً هم بهش دقیقاً پرداختیم و در واقع این به نحوی ویدیوهای زیادی را منتشر کرده و گفته که به این مسائل پرداخت و همچنین یک مسئله مهم دیگر را در بی بی سی منتشر کرده که آزار جنسی زنان در زندان‌های ایران است که در او هم گفته ما به شواهد و مدارک دسترسی پیدا کردیم که در واقع در زندان‌ها هم چنین مسائل ادامه داشته و به تعقیب از این هم گاردین وقتی می‌بینین شما به تمرکز کرده به بیلبورد میدان مرکزی تهران که در واقع در اونجا شماری از زنانی که در این بیلبورد نمایش داده شده با ایجاب و با این مسائل که این نوشته این روزنامه زنان مخالفت کردند و بعد از مخالفت زنان نیروهای سپاه مجبور شدن که این بیلبورد عکسای این زنان بردارن و در از میان 50 زنی که در این بیلبورد وجود داشتن نامهای مثلا فاطمه معتمدآریا را میبینین، مرضیه برومند و پروانه کاظمی را میبینین که به صورت علنی اعتراض کردن و سپاه هم مجبور شده که عکسای همه اینها را برداره ولی شعارها کماکان در این بیلبورد باقی است و در واقع بخش دیگری که گاردین به او پرداخته کشته شدن 23 کودک در زندان‌های ایران در طی این روزهای ممنون است تاج‌الدین سروش.